خط خبرها، نتیجه غارت ثروت ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، رخ دادن فاجعه تاریخی در ایران که چشمان ایرانیان را خونبار کرد، گسترش و فراگیر شدن قحطی نان در شهرهای ایران، شکایت عجیب و حکم عجیب شد، 45 ضرب شلاق بر پیکر یک آموزگار به دلیل کشیدن کاریکاتور مقامات، وزیر بهداشت ایران، تحریم در دوران همگیری نسل‌کشی است. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار. نتیجه غارت ثروت ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، دانش آموز 11 ساله بوشهری به دلیل فقر خودکشی کرد. در شرایطی که هر روز ابعاد تازه‌ای از فساد مالی گسترده اشخاص و نهادهای وابسته به رژیم جمهوری اسلامی آشکار می‌شود و در زمانی که مقامات رژیم آشکار است حمایت مالی بی حد و حصرشان از گروه‌های تروریستی مانند حزب الله و حماس و ستیزه‌جویان و شبه نظامیان در عراق و سوریه و یمن خبر می‌دهند و دارایی خدادادی مردم ایران را فدای ماجراجویی‌های توسعه طلبانه خود در منطقه می‌کنند، بار دیگر خبر تکان دهنده خودکشی یک کودک به دلیل فقر شدید منتشر شده است. بنا به گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخل ایران، یک دانش آموز 11 ساله بوشهری به دلیل فقر شدید خانواده‌اش و ناتوانی آنها در تهیه یک دستگاه گوشی هوشمند یا تبلت برای او جهت شرکت در کلاس‌های درسی آنلاین خودکشی کرد. در این گزارش ها آمده است که یک کودک کار 11 ساله اهل شهرستان بردستان استان بوشهر به نام سید محمد موسوی زاده بنا به گفته ی مادرش به دلیل نداشتن گوشی هوشمند برای حضور یافتن در کلاس های درسی مجازی خودکشی کرده است. مادر این دانش آموز ضمن تایید این خبر در مصاحبه با یکی از رسانه‌های داخل ایران تأکید کرد که به رغم نیاز پسرش به یک گوشی یا تبلت توان مالی خرید آن را نداشتند. او گفت که مدرسه هم هیچ گونه کمک مالی به آنها نکرده است. مادر این دانش آموز همچنین عنوان کرده که همسرش بیمار است و یک فرزند معلول هم در خانه دارد و زندگیشان را به سختی و با کمک اقوام و مردم شهر می‌گذرانند. این نخستین بار نیست که گزارش خودکشی دانش آموزان در هفته‌های اخیر رسانه‌ای می‌شود. در فروردین ماه امسال نیز خبر دردناک خودکشی یک دختر بچه 12 ساله اهل هلیلان ایلام به دلیل فقر و نداری و ناتوانی در تهیه لباس عید خبرساز شده بود. خبر خودکشی آرمین، کودک کار اهل کرمانشاه نیز در هفته‌های گذشته رسانه‌ای شد. این کودک 11 ساله با خوردن قرص متادون به زندگی کوتاه خود پایان داد. گفته می شود که خانواده آرمین به دلیل فقر شدید مالی قادر به تهیه غذا نبودند. بنابر گزارش ها در چند ماه اخیر دست کم 10 مورد خودکشی در استانهای غربی رخ داده است که اکثر آنها از بین جوانان و نوجوانان این استانها بودند. در حالی روند خودکشی بین کودکان و نوجوانان در ایران افزایش یافته که برخی تحلیلگران مسائل اجتماعی معتقدند بحران اقتصادی و ناامیدی در جامعه بر افزایش خودکشی در ایران تاثیر مستقیم دارد. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم صرف حمایت از گروه‌های تروریستی و بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه می‌کند. ایالات متحده همچنین بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چندی پیش در این باره گفت مردم ایران به وضوح و روشنی سخن گفتند. آنها 40 سال فساد و سوءاستفاده را رد کردند و خواستار توقف دو سالاری و توقف انتخاب مصالح عاملان خارجی به جای مصالح مردم ایران شدند. گسترش بحران نان به شهرهای ایران، صفهای طولانی، تعطیلی نانوایی ها و بازار سیاه نان. چند روز پس از آنکه رسانه‌های ایران از تشکیل صف‌های طویل در برابر نانوایی‌های ارومیه خبر دادند، شماری از منابع خبری به کمبود ارزی نان در چند شهر دیگر از جمله تبریز، اردبیل، مشهد و زابل اشاره کردند.
خبری کم بوده نان در ارومیه از هفته گذشته مطرح شد و خبرگزاری مهر گزارش داد هر روز صفهای نانوایی ها طویل تر می شود و مردم با داد و بیداد تقاضای نان دارند. مقام های آذربایجان غربی با انکار بحران نان می گویند وضعیت عرضه نان عادی است. همزمان پایگاه خبری شهرآرا نیوز در مشهد نیز روز دوشنبه از افزایش قیمت آرد طی 10 روز گذشته به میزان بیش از 70% خبر داد و نوشت بسیاری از نانوایی های نیمه یارانه‌ای دچار تعطیلی و کاهش پخت شده است. مصطفی کشتگر رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت نانوایی های نیمه یارانه‌ای تا 10 روز قبل می توانستند با وجود همه سختی ها مقداری آرد با قیمت مناسبتر از بازار آزاد تهیه کنند، اما در همین مدت قیمت این کالا به صورت غیرمنتظره افزایش یافت. در تبریز نیز به نوشته پایگاه خبری گروه رسانه‌های اقتصادی بازار در روزهای اخیر صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌های این شهر تشکیل شده و مردم نگران گرانی یا کمبود نان هستند. به نوشته این وبسایت نگرانی مردم تبریز از تأمین نان به قدری افزایش یافته که برخی نیز در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش نان آن هم به 2 برابر قیمت نانوایی می‌کنند. پایگاه خبری اوشیدا در زابل، استان سیستان و بلوچستان نیز از گرانی شدید آرد و زمزمه نبود نان در نانوایی‌های سنتی طی روزهای اخیر و احتمال تعطیلی نانوایی‌ها خبر داده است. محمد کاظم‌پور یکی از نانواییداران سنتی در زابل به این پایگاه خبری گفت به دلیل گران شدن آرد دیگر نمیتوان نان محلی را با قیمت قبلی به فروش رساند. غلامرضا گنجی فرماندار زابل نیز از تصمیم نانوایی های سطح شهر برای توقف فعالیت خود به دلیل گرانی اقلام مورد نیاز پخت نان خبر داده است. همچنین بر اساس ویدئوها و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روزهای اخیر ساکنان شهرهایشون بوکان، سقز، شاهیندش، سردش و میاندواب نیز با بحران کمبود نان مواجه بودند. برخی کاربران از تعطیلی نانوایی پس از ساعت 10 صبح خبر دادند. یک کاربر توییتر نیز نوشت قیمت هر قرص نان در بعضی نانوایی‌ها در اردبیل 2500 تومان شده است. در این میان خبرگزاری ایلنا در گزارشی به بحران و ناامنی در وضعیت اقتصادی و بهداشتی نانوایی ها اشاره کرده و از بی‌توجهی دولت و دیگر نهادها برای حمایت مالی و درمانی کارگران نانوایی ها خبر داده است. شکایت عجیب و حکم عجیب تر. 45 ضرب شلاق بر پیکر یک آموزگار به دلیل کشیدن کاریکاتور از معاون وزیر. رضا نهضت آموزگار، فعال صنفی فرهنگیان و مدیر کانال تلگرامی حرف حساب در شکایتی عجیب و حکمی عجیبتر به تحمل 45 ضرب شلاق محکوم شده چون کاریکاتور معاون وزیر آموزش و پرورش را کشیده است. شکایت از رضا نهضت از سوی محسن حاجی میرزایی وزیر و علی الله یار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است. علت شکایت کشیدن کاریکاتوری از معاون وزیر و انتشار آن در کانال تلگرامی حرف حساب از سوی رضا نهضت بوده است. بر اساس تصویری که از حکم دادگاه منتشر شده، رضا نهضت متهم به کشیدن یک کاریکاتور توهین‌آمیز از علی الله یار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش شده و مصداق این توهین کشیدن پارچه‌ای شبیه چادر روی سر علی الله یار ترکمن بوده است، در حالی که چادر و حجاب از نظر جمهوری اسلامی بسیار هم خوب و حتی مقدس است. در این حکم یکی دیگر از مصادیق مجرم شناخته شدن این آموزگار به کار بردن عبارت آقای وزیر جان نیروهای ستادی و جان خودتان در خطر است، تو رو خدا بفهم، در کانال تلگرامی رضا نهضت بوده است. قاضی دفاعیات رضا نهضت را غیر موجه و غیر مستدل خوانده و بزهکاری این آموزگار را محرز و مسلم دانسته و او را به تحمل 45 ضرب شلاق محکوم کرده است. این حکم در حالی صادر شده که در رأی دادگاه تاکید شده که در این کانال تلگرامی مسائلی درباره آموزش و پرورش منتشر می شده که گاهی این مطالب در قالب طنز بوده است. با انتشار تصویر این حکم موجی از اعتراض و انتقاد در کانال‌های تلگرامی فعالان صنفی آموزگاران و دیگر شبکه‌های اجتماعی آنها به راه افتاده است.
وزیر بهداشت ایران: تحریم در دوران همه‌گیری نسل‌کشی است که مردم عادی را هدف قرار می‌دهد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران: تحریم و اقدامات قهرآمیز در دوران همه‌گیری یک بیماری را نوعی نسل‌کشی دانست که مردم عادی و آسیب پذیرترین افراد را هدف قرار می‌دهد. او در 67مین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت به صورت ویدئویی شرکت کرده بود. به گزارش ایرنا، او در بخش از سخنانش گفت: دسترسی عادلانه و به موقع داروها، فرآورده های بهداشتی و به ویژه واکسن مؤثر بدون محدودیت، تبعیض و تحریم های غیرقانونی بسیار مهم است. اقدامات قهرآمیز به ویژه در هنگامی که همه‌گیری بر تمام جنبه های زندگی تأثیر منفی داشته، نشانه ای از نسل‌کشی است که عمدتا مردم عادی و آسیب پذیرترین افراد را مورد هدف قرار می دهد. بر اساس این گزارش، آقای نمکی از تمام کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت، سایر سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی خواست تا با همکاری مؤثر به چنین تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه پایان داده شود. امروز وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعتی گذشته 272 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند، که مجموع شمار جان باختگان کرونا در ایران را بر اساس اعلام رسمی مقامات این کشور به 28816 نفر می‌رساند. این رقم بالاترین آمار رسمی روزانه مرگ در اثر کرونا در ایران بوده است.